خب همه رو گذاشتیم جوشید بچه بریم این از سوسش رو شروع کنیم استاد. خب سه تا سس مختلف میتونیم از این سس بگیریم. یکی که خود سسه که کاملا تکمیله، توی یکیش من میخوام یه مقداری ادویه‌جات اضافه بکنم متفاوت بشه. بله، یکم پودر گوجه یا گرانول گوجه میزنم، یکم اورگانو بهش اضافه میکنم، نمک، پودر پیاز و پاپریکا، یه کوچولم میتونم فلفل سیاه بهش بزنم. بعدی با یکم سیر، یکم روغن زیتون. خب میخوام کدو رو مرینیت بکنم، میخورده از این روغن زیتون بهش میزنم. پس برای پیتزا و قبلش مرینیت بکنیم؟ حتما مرینیت بشه، همیشه خام استفاده کرد هم گریلشون بکنیم. آره پیتزای سبزیجات که سالم هم باشه. این دوتا چی بود دوستا زدی؟ پاپریکا زدم، اورگانو زدم، نمک و پودر پیاز که خیلی مهمه. یه خوردم ریحون ساتوری شده بهش میزنم، یه کوچولم سیر رنده شده. خب یکم ریحون، برای بادم جونو، پاپریکا، این فوق‌العاده خوشمزه میشه. این فلفل سیاه باید داشته باشه حتما، پودر پیاز، میتونه پودر سیر هم باشه. این از همون روغن گوجه خشک است، مقدار کمی. خوب ماساژ میدم. خب اونجا آماده است دیگه استاد. بله. اینا یه خوبی که داره علاوه بر اینکه کار راحت میکنه، دیگه نیازی به خرد کردن قارچ و نمیدونم پختن و خرد کردن گوشت و اینا نم گوشتشه نداره. آره این میتونه جایگزین سس کالباس بشه، این گوشت و مرغ. سس پای پیتزا هم درست شده با استفاده از رسیپی سرآشپزهای ایتالیایی، این سوسی که اولش استفاده کردیم و از گوجه آماده شده، کچاپ نیستش، کلی ادویه و چاشنی و اینا هم میتونید بزنید برای تمدا کردنش. و نکته آخر هم این که مثل ما حتما قبل از استفاده 20 دقیقه بجوشونید. برای استفاده رستوران داره هم مثل خیلی مناسبه، یعنی دیگه دردسر درست کردن و فلان و پختن اینا ندارن، همش آماده آش اسلایس شده. حالا ما خود چون حوصله داریم میذاریم داریم خارجیش میکنیم. خب این ذرت، این مخلوط سبزیجات، ملاقر هم بچه از کیت لاین گرفتیم، تنوع بسیار بالایی از انواع وسیله های چیز دارم فست‌فود و رستوران و آشپزخونه رو. و قاچ. خب یه نکته خیلی جالب که هست اینه که میتونیم اینا رو اگر دوست داریم طعم‌دار هم بکنیم، بخوره نمک بزنیم، چاشنی بهش بزنیم، در صورتی که میدونیم نمک اینا خیلی زیاد نیست، یه نمک متناسبی داره. من میخوام یه خورده توی پیتزا یه کوچولو نمک بیشتری بهشون بزنم، حتی اگه دوست داشته باشم میتونم یکم مثلا پاپریکا بزنم بهش، یه خورده پودر پیازم بزنم که طعم دار بشه. خب حالا اینا رو میام با اون روغنی که داشتم یه خورده طعم دارشون میکنم، یکم اورگانو، یکم پودر گوجه، پاپریکا، فلفل سیاه و این شکلی تو پیتزا استفاده میکنم. این سس همون خودشونه این سس بیس خودشونه. آره هیچی بهش اضافه نکردیم. آره هیچی من بهش نزدم. نه خب یه مقداری پنیر پیتزا میریزم، خب یه طرف رو از این گوشته بذارم، گوشتش خیلی نرمه واقعا جالبه اینقدر نرم بودن، یه طرفش هم مرغ طبق قولی که دادیم. خب یکم قارچم میریزم روش، کدو، دم زیتون سیاه، پنیر موزارلا. بله این قالب پیتزا هم دوستان از همین کیت لاین گرفتیم. خب میخوایم این خمیر رو که داخل این قالب پانچ داریم میذاریمش دو پختش بکنیم، به خاطر همین میام با چنگال یه سری خط اینجا میندازم میذارم داخل فر، یکی دو دقیقه میمونه.
یکم پف میکنه، برشته میشه، بعد میام پیتزام روش آماده میکنم، مثل خمیر پیتزای آماده ای که توی بازار هست. این سس بزنم، این سس با ادویجات روغنی رو استفاده نکردیم. این طرفشو میخوای، این طرفش هم میتونیم بزنیم از میشه میخوای امتحان بزنم. این برشتم که سیر و روغن زیتون بود دیگه، ببینیم طعم کدومش در نهایت. استاد کاش به اون مرغ و گوشته میزدیم، نه نصفش هم کرده بودیم یادم اون رفت، ولی اینم باز جالبه چون موادش یکیه، اینجوری سوچشو متوجه میشیم کنش بهتره. خب قارچ و ذرت و اونه رو اضافه میکنیم بهش دیگه، کدو که مزه‌دار کردیم و گریل کردیم، بادمجون اونم که گریل کردیم، پنیر موزارلا هست؟ آره پنیر موزارلا هم میزنیم یه خورده و دیگه میره توی فر. خب میره تزینش کردی هست؟ پیتزامون ریحون میریزیم. بله کی بخوریم؟ الان میخوریم دیگه. تو فقط من اینو نفهمیدم، اون پنیره خوردی از پنیره دیگه؟ خوردم خوشمزه بود، ولی به پیتزا نفهمیدم چرا. الان میخوای بزنیم؟ آره دیگه الان این چون که میپزه، یعنی میسوزه اگر که داخل فر بذاریمش تو این 5 6 دقیقه که پیتزامون داره میپزه، بعد فرآیند پخت میذاریمش. آره دیگه بعد فرآیند پخت اینم میذارم، طعمش خیلی عالی میشه دیگه. در اسلایس حداقل خب چی هست استاد؟ یه تیکه بمونه. اینو من اومدم پنیر رو، مثلا این پنیر کمنبر یا پنیر گودا رو توی روغن زیتون، جعفری، پاپریکا و فلفل سیاه و سیر و روغن زیتون گذاشتم، یک هفته مونده و این شکلی شده و این رنگ قرمز گرفته به خاطر چیه. بعد از این روغن روی پیتزام حتما میریزم، فوق‌العاده طعمش رو عالی میکنه، مخصوصا روی پیتزای سبزیجات. یه بوی سیر هم میاد. آره پنیر پارمسان هم که باید حتما توی پیتزای ایتالیایی باشه. اینجا هم میریزم یه کوچولو اورگانو. سو اون پیتزا برای ما و تمام. این برای شما، اون برای ما شد. سبزیجات قشنگ چی بود؟ آره قالبش خیلی خوب بود انصافا، خاطر این برای بودنش. خرید قالب و ملاقه و کلن این کنسرو و همه چی میتونید به پیجشون سر بزنید یا مستقیم سایتشون رو باز کنید. سایتشون توی بیو پیج هستش.